سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال الزت نرسینگ هوم. توی این ویدیو ما میخوایم در مورد باورها و ذهنیت‌های اشتباهی که مردم و جامعه نسبت به مسائل پزشکی دارن صحبت کنیم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. اولین ذهنیت اشتباه یا اولین باور اشتباهی که مردم جامعه نسبت به مسائل پزشکی دارن در مورد سرم هست. خب وقتی ما به یه بیماری داخل بیمارستان سرم وصل میکنیم، سرم که تمام میشه همراه بیمار میاد با استرس، میاد میگه که بیاین این سرم رو جدا کنین، الان هوا میره تو بدنش. خب یه وقت هوا نره تو بدن بیمار من، مثلا براش اتفاق بیفته، بیاین این سرم رو جدا کنین یا بیاین اینو در بیارین. این اشتباهه، این یه ذهنیت اشتباهه که ما این جمله رو هزاران بار تو بیمارستان میشنویم. من و همکارام تو بیمارستان زیاد میشنویم که همراه مریض میاد میگه که بیا این سرم رو سریع جدا کن، الان هوا میره داخل بدن بیمار من و براش اتفاق میفته. اصلا به هیچ عنوان این هیچ اتفاقی برای مریض شما نمیفته. یعنی حتی اگه سرم تموم بشه و اون سرم تا صبح هم رو دست بیمار شما بمونه، هیچ هوایی داخل بدن بیمار شما نمیره. یا مثلا حتی اگه من بیام یه سرم رو بخوام به یه مریضی وصل کنم، اگه ست سرم رو هواگیری نکنم و همونجوری به بیمار وصل کنم، اصلا سرم نمیره. یعنی میخوام بگم که اون هوایی که داخل اون ست سرم هست اگه خارج نشه، اون سرمه نمیره، سرم اصلا نمیره. و حتی اگه بخوام هواگیری هم نکنم، همونجوری به بیمار وصل کنم، اون سرمه حرکت نمیکنه. این ذهنیت اشتباه، این باور اشتباه رو بذارین کنار و از این به بعد دیگه ما تو بیمارستان ها شاهد این نباشیم که مثلا همراهای بیمارا بیان میگن که بیاین سرم مریض منو جدا کنین، الان هوا میره داخل سرم، داخل بدن بیمار من و براش اتفاق میفته. همچین چیزایی که تو فیلم ها میبینین، نمیدونم طرف میاد آمپول هوا میزنه، نمیدونم، اینا همش اشتباهه. اصلا اینا همچین چیزی ما نداریم. پس این ذهنیت اشتباه رو خواهشاً بذارین کنار. دومین باور اشتباهی که میخوایم در موردش صحبت کنیم سهل‌انگاری هست. خب سهل‌انگاری یا کوچک شمردن مثلا علائم یا حالا بیماریایی که طرف داره یا علائمی که طرف از خودش حالا نشون میده، مثل تب و لرز، مثل خونریزی ها. پس دومین باور اشتباهی که مردم انجام میدن در مورد مسائل بهداشتی و سلامت خودشون، سهل‌انگاری کردن و به نوعی شل گرفتن یا کوچک شمردن مشکلات هست. این باور اشتباه و این ذهنیت اشتباهی که مردم دارن، مثلا مخصوصا تو ایام کرونا ما این رو خیلی شاهدش بودیم. مثلا شخص میذاشت فکر میکرد که سرماخوردگیه، تو خونه میخوابید، بعد مثلا چند روز بعد با علائم خیلی شدیدتر مراجعه میکرد بیمارستان و این کارش رو دقیقا به جاهای باریک میکشون. همیشه در مورد سلامتی خودتون حساس باشین، مسائل رو جدی بگیرین، علائم رو جدی بگیرین، مخصوصا اونایی که سنشون به نسبت بالاه و بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار و مسائل از این قبیل دارن. اگه سردردهای شدید بگیرن یا اگه تب و استفراغ داشته باشن و مسائل از این قبیل داشته باشن، حتما باید پیگیری لازم رو انجام بدن. این نباشه که مثلا بگن چیزی نیست، خوب میشم. خب همیشه پیگیری‌های لازم رو انجام بدین و مسائل رو شل نگیرید. پس این ذهنیت اشتباه و این باور اشتباهی که مردم جامعه دارن، مثلا طرف خونریزی ادرار داره، میگه آقا اوکی ام، مشکلی ندارم، ولی بعد یه مدت با خونریزی شدید مراجعه میکنه. یا مثلا طرف درد پهلو داره، میاد مسکن میگیره، مثلا ما بهش میگیم برو پیگیری کن، مثلا ببین سنگ رژیم، مثلا تغذیه تو درست کن، پیگیری کن، برو سونوگرافی بده و این روند درمانتو پیگیری کن. به محض اینکه دردش از بین میره، دیگه همه چی یادش میره و دیگه پیگیری نمیکنه و بعد مثلا بعد یه هفته یا بعد یه ماه با علائم شدیدتر مراجعه میکنه. پس دومین باور اشتباهی که مردم جامعه دارن اینه که سهل‌انگاری کردن هست و اینکه کوچیک میگیرن همه چی رو و نسبت به سلامتی خودشون حساس نیستن. میگن آقا ما خوب میشیم و کلا دیگه شل میگیرن و همه چی فراموش میکنن، زمانی مراجعه میکنن یه کار به جای باریک کشیده باشه. و من همیشه میگم همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. شما همیشه باید نسبت به کوچکترین علائم حساس باشین و پیگیر باشین. امیدوارم که این ذهنیت اشتباه رو بذارین کنار و این مسائل دیگه تکرار نشه. باور اشتباه سومی که میخوایم بگیم عدم تکمیل دوره درمان هست. خب تو این مخصوصا تو افرادی که سنشون به نسبت بالایه این مورد خیلی زیاد دیده میشه. اینکه مثلا یه فردی مراجعه میکنه پزشک، بهش مثلا یه آنتیبیوتیکی تجویز میکنه براش و میگه که این آنتیبیوتیک رو تا دو هفته مثلا مصرف کن، یا این دارو رو مثلا تا یک ماه مصرف کن.
طرف مثلا با موقع که مراجعه میکنیم بارستان با تب و لرز شدید میره یا با حالا علائمی که خیلی حاده، اون موقع که حالش بده، خب تا زمانی که حالش بده اینا رو استفاده میکنه، ولی به محض اینکه مثلا حالش خوب میشه و در واقع سرحال میشه دیگه فراموش میکنه همه چی رو و داروها رو دیگه نصف کاره، مصرف دارو رو نصف کاره ول میکنه. در واقع اینو فراموش میکنه که هر آنتیبیوتیکی یک دوره درمان داره. مثلا یه آنتیبیوتیکی در دوره اثرگذاریش یک ماه هست، شما باید یک ماه مرتب این رو استفاده کنی. یک آنتیبیوتیک 2 هفته دوره درمان داره، یه آنتیبیوتیک 1 هفته باید حتما بخوری. و اینکه شما مثلا دو بار 3 بار آنتیبیوتیک میخوری و اوکی میشی و وضعیتت بهتر میشه، دیگه فراموش میکنی درد تو، همه چی رو فراموش میکنی، این مصرف آنتیبیوتیک رو نصف کاره ول میکنی، این در واقع باعث میشه که اون دوره درمان شما تکمیل نشه و دوباره بعد 1 ماه دوباره تب و لرز کنی، دوباره اون عفونتتون عود کنه. پس اینو یادتون باشه، این باور اشتباه رو بذارین کنار. اینکه من یه آنتیبیوتیک برای من تجویز بشه، من برم مثلا دکتر میگه 1 ماه این دوره درمان رو باید حتما کامل کنی، من میرم مثلا 2 هفته میخورم، به محض اینکه خوب میشم دیگه فراموش میکنم و دیگه اون 2 هفته بعدی رو ادامه نمیدم. خب پس این ذهنیت اشتباه رو بذارین کنار، حتما هر داروی براتون تجویز میشه تا آخر ادامه میدیم و دوره درمانتون رو تکمیل کنیم.